خودم دچار این مسائل شدم، اینقدر پیش پا افتاده است آدم شرمش میاد دربارش حرف بزنه. یقه شما رو گرفتن چرا رفتی آقا در جلسه‌ای که امیرخان متقی بوده اونجا حاضر شدی؟ میتونم توضیح بدم، خود ما 10 بار آقا دعوت میشه اصلا نمیدونی ماجرا چیه. از یه طرف دلخواه دینه که یک شخصیت اینجوری هست صدای مردم رو برسونی، مدیریت جلسه رو که نمیدونی، میری اونجا تا آخرین لحظه امیدواری نوبتی به تو بدن بتونی از اون حق دفاع بکنی، بعد نمیشه. جالبه 20 سال 30 سال 40 سالی آدما خدمت میکنن یکی نمیاد ازشون تشکر بکنه، ناگهان یک موضوع اینطوری پیدا میکنن همه میان گلوی این آدما رو میچسبن، بعد میبینی خود اینا کیان، کوچکترین قدمی تو این سالها بر نداشتن، فقط تماشاگر بودن. اینجا که به صدا میرسه یکی میگه تو نمیدونم دزد گله و چوپان هستی در آنواد، اون یکی میگه نمیدونم شما امین فرهنگ مملکت چرا این کارو کردید. حالا به هر حال من نظر خودم معلومه چون خیلی موضوع برام شفاف و بسیار پیش پا افتاده است، اما یکی از نشانه‌های فیک بودن فضای مجازی افغانستان عزیز من همین ماجرای شما چقدر موضوع پیش پا افتاده است و این موضوع الان به یک بحران بدل کردن تو فضای مجازی. حالا شما بفرمایید آقا چطور یکی گفته بود بپرس ازش چطور توی اون جلسه مقاومت میری و شعر مقاومت میخونه و جلسه بعد پیدات میشه میری در کنار متقی و لنگشویی متقی میخونه. ما در این سالها طبیعتا رویه آدمها در موارد مختلف و سبک کار اینا طبیعتا فرق میکنه. بعضی کسا هستن که در هر موقعیتی در پی بیان گفتگو هستن، در پی بیان حرف خودشون هستن و از این موقعیت ها سعی میکنن استفاده بکنن برای که مطلبی حرفی گفته‌ای داره این رو بیان بکنن. من از این مواردی که دعوت و برنامه و شرکت در محافل و اینا که بعدا هم باز خیلی انتقاد کردن تو چرا برای فلان محفل رفتی شعر خواندی، تو چرا پیش فلان مقام رفتی شعر خواندی و بعد احیانا چیزایی زدن. خب از این موارد زیاد داشتم پیش از این هم و طبیعتا رویه من بوده که در هر جا سعی بکنم که حرف خودم رو بزنم و این حرف رو به جایی برسونم، حتی اگر احیانا موقعیتی فراهم نشده که این حرف رو بزنم اون رو بعدا بنویسم، حتی که چون که این کار کردم ما میتونستم اصلا ننویسم هیچی. و اتفاقا بعضی از دوستان گفتن که اصلا تو نمینویسی کی میفهمید، مثلا تو خودت آمدی و این رو مطرح کردی. گفتم خب مسئله اینه که ما یک مسئولیتی داریم که شفاف باشه امور. فرض کنیم یک کسی این روایت رو میکنه که فلانیا به این جلسه رفته بودن بدونه که تو در اینجا در مقام یک آدم راضی رفتی یا در مقام یک آدم ناراضی و منتقد و میخواستی اونجا حرف بزنی. خب انتقاد ما و نارضایتی ما از وضعیت روی حاکم که چیز جدیدی نیست. من از زمانی که هنوز این برادرها هنوز کابل نگرفته بودن پیشاپیش من در شعر نوشتم که به زودی قدرت بی قدرتان تسلیم خواهد شد، به زودی دولت بی دولتان تحکیم خواهد شد، زمان جهان در قرن نو بر صفحه تقویم میرقصد، وطن آماده برگشتن تقویم خواهد. یعنی دقیقا ما پیش بینی کرده بودیم که تقویم وطن برخواهد گشت از همه جهات داری چند سال که چون این هم شد. خب بعدا هم شعرها و نکات و مطالبی در این زمینه چندین شعر اصلا یکی از کسایی که اتفاقا بیشتر هم پرداخته به این رویه و روندی که در مملکت ما بر اثر حکومت هست من خودم. خب طبیعتا در موضوع مسئله زبان فارسی که در این روزا بحث داغی هست، خب من خیلی سعی کردم فعال باشم. مطلب نوشتیم، یک برنامه رادیویی داشتیم به نام زبان نیاکان که همراه با خانم بیات ایشون مطلب رو در رادیو اجرا کرده و من مطالبش نوشتم در 170 تا مطلب که عمدتاً به مسائل زبان فارسی و بحران و آسیب‌هایی که متوجه هست پرداختیم. طبیعتاً این برای من یک موقعیتی بود که من با این تصور بودم که خب حالا که ما دعوت میشیم معمولاً به این جلسات دوستان درخواستم دارن و خب ما از قدیم مراوده و معاشرت با دوستان ما نهادهای فرنگی کنسولگری جاهای دیگه از قدیم داشتیم، بس امروز دیروز در این 30 سال همیشه نشست و برخاست داشتیم، رفت آمد داشتیم. خب ما به این جلسه رفتیم و گفتیم که از این موقعیت میشه استفاده. طبیعتا ممکنه خیلی از دوستان ما این رو تعبیر دیگری بکنن از این و حمل بر تایید حکومت بکنن و اینا. خب اینا میشه حق داد، یعنی من خودم هم این رو میپذیرم که یک کسی ممکنه شرکت در یک جلسه را حتی تایید یک حکومت تلقی کنه، یک کسی دیگه ممکنه تایید تلقی نکنه بلکه یک نوع دادخواهی و زمینه موقعیتی برای دادخواهی و بیان یک حقیقت تلقی بکنه. همه این تلقی ها را آدم میتونه در نظر بگیره و ما به کسانی که در این مورد انتقاد کردن از دوستان ما میگفتن که حتی شرکت در چنین جلسه ای میتونه به معنی تایید این باشه، حتی این در نظر من نبوده، ولی وقتی که این صحبت رو میبینم میشنوم بعضی از دوستانی که واقعا با انصاف این رو بیان کردن اینو نکته درستی گفتن که ما اصلا در در ذهن من نبوده در موقعی که چه این که تو ممکنه برای انتقاد بری در یک جلسه، برای که اونجا حرفی بزنی، منتها خود رفتن تو یک تأییدی تلقی بشه از جهتی که بالاخره یک آدم تو رسمیت دادی تا حد اندکی، اما وقتی به جلسه او رفته باشه. حالا من شاید در اصلا من این قسمت مورد نظر من نبود و من در جای مختلفی جلساتی هم شرکت کردم، هیچ وقت به معنی نبوده که من تأیید کرده باشم اون شخص. خیلی وقتا در مقام موقعیتی بودم که آمدیم مناظره کردیم، بحث کردیم با آدم ها و حرف خودمون رو گفتیم. منظورم اینه که آدم ها ممکنه که برداشت ها و تلقی های متفاوتی داشته باشند و خب البته ما باید به این تلقی عمومی که در بین جامعه ما هست این رو مورد نظر قرار بدیم و طبیعتاً ما وقتی که واکنش ها رو میبینیم بیشتر متوجه میشم که این تلقی هم مسئله مهمی بوده و ما باید متوجهیم، حداقل خودم باید متوجه این موضوع میبودم. منتها از این طرف قضیه هم هست که خب این بر اثر یک اجباری، بر اثر یک سوء نیتی، بر اثر یک استفاده ای از این متوجه آدم بشه نبود. مطمئنم که اگه من در اونجا چیزی میگفتم برای آینده ما در مملکت افغانستان چیز خوبی نمیشد. منتها خب این آمادگی رو داریم و ما حرف هم گفتیم، حالا اینجا جای دیگه حرفا و انتقادا و مسائل خودمون را مطرح کردیم. یک نکته که برای من خیلی، دو تا موضوع برای من خیلی مهم بود در اینجا و قابل توجه بود که یکی که من باید اعتراف بکنم که به این مقدار نمیدونستم که دوستان ما، مردم ما، هموطنان ما روی شخصیت ها یا آدم ها یا انتظاری که دارن روی آدم ها حساب میکنن. در اون جلسه شاید 70 نفر بودن، بعضی از دوستان شاعر بودن، بعضی از علما بودن، روحانیون بودن، سخنوری کردن، صحبت کردن، از امارت تعریف کردن، تحلیل کردن، کلی تحسین کردن، از یک امنیت آوردن، نمیدونم شما با صلیبی ها جنگیدین، حتی این تعبیر به کار رفت در اون جلسه که شما آمدین و بعد آیه قرآن در کنارش خوانده شد که شما مثلا مجاهدین فی سبیل الله بودین که با لشکرهای صلیبی جنگیدین، ولی در فضای مجازی کوچکترین واکنشی نسبت به این صحبت ها من ندیدم. ولی خب این صحبت رو ما دیدم، با مجردی که حضور ما در جلسه، پیش از اینکه اون مطلب بنویسم عکسی از حضور ما، تازه من اونجا با گوشی خودم مشغول بودم و ما با مظفری پخش شد، دیدیم که واکنش ها شروع شد. این برای من میتونه معنی داشته باشه که به هر حال خیلی از مردم حساب میکنن، خیلی از دوستان میگن ما از شما این انتظار انداز و حالا من میبینم بله درست میگه یادم. یعنی من الان فکر میکنم من تنها یک شاعر نیستم، یک شرکت ما در یک جلسه میتونه یک کنش سیاسی یا برعکس یک واکنش سیاسی باشه. تحریم ما یا نرفتن ما به جلسه میتونه یک واکنش سیاسی باشه، میتونه تلقی بشه. مثلا اینا چیزاییه که آدم بعدن چه بسا که حساسیت و وقوفی میفهمه، طبیعتا مسئولیت آدم رو بیشتر میکنه. یعنی میبینی که تو دیگه تنها یک شاعر و ادیب نیستی، با یک جلسه بشینی بلنشی روی این در نظر مردم هزار رقم تعبیر میشه طبیعتا و خب طبیعتا را مراقبت بیشتری هم میکنه و خب حالا دوستا دعوت کردن، خیلی هم لطف کردن، دوستا کنسولگری مشهد و من بیشتر به خاطر دعوت دوستا رفتم که از قدیم اینا واقعا محبت دارن و دوستان قدیمی کنسولگری هم هستن، چیز نیست که جدید آمده باشه، هر دولتی رفته و آمده اینا خیلیاشون بودن. بعد اینا خب طبیعتا آمدیم و دعوت، بعد میبینی که نه یک مقدار مسائل دیگری هم هست که تو در اون لحظه چه بسا که نسبت به اینا غفلت نگی. نکته که گفته خیلی نکته دقیقی بود، یعنی که کلی آدم اونجا بوده، یکی هم حتی گفته که ما جنگاوران جنگ صلیبی اونا رو یک خبر ازشون در نمیاد، همین ملت رسن سر شما دوتا. خب این یه معنی هم داره که محبوب هستید، یعنی همینطور که گفتی کلی که شما برای اون مردم مهمه و از شما انتظار نداشتن. این معنی رو هم همینطور که گفتی میشه از این موضوع فهمید. اون آدما رو اصلا ببخشید یه چیزی نگم که توهین باشه، مثلا عددی حساب نمیکنن، حالا کنش و واکنش شون برای اونها مهم نیست، ولی کنش و واکنش شما برایشون مهمه، لذا حساسیت اینجوری نشون دادن. اما هر زمینه بدونی که حرف شما رو بشنون، بدونی که یهو شروع میکنن و بعد یه تعدادی از اینها با عبارات سخی، توهینای دردآور که ما که رفقای شما هستیم، حتی اگر همسو باشیم با اونا، باز وقتی میخونیم این عبارات رو تنمون میلرزه و متاثر میشیم. و جالب این که باز کسی نمیاد این رو سرزنش کنه که آقا نگو اینطوری. خب 20-40 سالی آدم ها خدمت کردن، به همین دلیل تو ازشون انتظار دارید، پس حالا برفرض که اصلا اشتباه کردن خب بگذر، یا یک مقدار برای انتخاب شخصیشون احترام قائل شد، شاید اصلا انتخاب کرده. آقا مگه احمد مسعود نرفت با آقای محب تلفنی صحبت کرد، چه جنجالی شد؟ آقا داریم معامله میکنیم، آقا طرف یه شخصیتی برای خودش انتخاب کرده گفتگو بکنه، شما با دشمن و گفتگو نمیکنی. در تمام طول 8 سال ما با صدام میجنگیدیم، نماینده ما با تلفن قرمز تو بغداد بود، باید این ارتباطات هم باشه تا حرف هم دیگه رو بفهمید، بدونید آقا این دشمنی تا کی ممکن دوام کنه، چطوری میشه کاهشش داد، به سمت صلح رفت یا به سمت جنگ حتی رفت. لازم این ارتباطات که همون موقع هم جنجالی شد، من یادم بود اگرچه پاسخ قانع کننده داد آقای مسعود، اما همیشه این موارد بوده